داره اینو میکشه کوشی جعبه رو که جعبه جرمش صده از حال سکون به حرکت در میاره و صفر صفره و پس از 4 ثانیه تنها پاره میشه. آقا وقتی که میگه تنها پاره میشه منظورش اینه که دیگه این 550 حذف میشه و دیگه نیروی کشش نخی وجود نداره. پس شما یه 4 ثانیه باید با 550 حل کنی، از 4 ثانیه بعد لحظه تیم مساوی 4 به بعد بدون کشش نخ. استکاک هم که میو داده یعنی همیشه وجود داره. مسافتی که جعبه از شروع حرکت از اینجا تا توقف طی میکنه، اینجا به صفر صفره، لحظه تیم مساوی صفره، باید ببینم تا لحظه تیم مساوی 4 به کجا میرسه. این مسافت رو به دست بیارم، از اینجا نخ پاره میشه، 550 دیگه نداریم، دوباره باید بررسی بکنم. فعلا تا اینجا رو بریم. آقا استکاکمون چی میشه؟ استکاک چون داره حرکت میکنه، خودش گفت از حال سکون به حرکت در میاد، پس نوع استکاکش جنبشیه. استکاک جنبشی میشه میوکا، یعنی نیم ضرب در ان، انش میشه ام جی، که ام جی جی یادت نره، 100 ضرب در 10 صفر مایزش با هم میره میشه 500. طبیعتا باید 550 500 بیشتر می بود وگرنه حرکت نمی کرد. برآیند نیروها یا نیروی خالص یا افنت یا سیگما اف، حالا هر اسمی میخوای بذاری، میشه 550 منهای 500، یعنی 550 میره بر 500 غلبه میکنه، 50 تا نیرو میمونه که میخواد جسمو بکشه. دقت کردی؟ خب اون 50 تا نیرو میاد به این جسم چه شتابی میده؟ شتاب آ. یعنی من الان دارم تو بازه 0 تا 4 می نویسم. اول افنت میشه چی؟ این دیگه نوشتنی نیست. 550 منهای 500 میشه 500. ببخشید 50. اینو مساوی ام آ میذاری. جرم چنده؟ 100 کیلوگرم و از اینجا شتاب به دست میاد نیم. خب مسافت رو میخواد. تو این 4 ثانیه و صفر هم داری. یعنی حالا باید سینماتیک بنویسم. میخوای اینجا گالیله بنویسیم؟ فرمولا رو یعنی یک دوم آت دو به اضافه و سفته، تغییر جهت هم نداره، پس جابجایی و مسافت با هم برابرن. و سفته هم یه دفعه و صفر رو صفر گذاشتم، شتاب الان به دست آوردم نیم، زمان خودش گفته 4 به تمام 2 میرسه 16، 16 با این 4 ساده بشه میشه 4، پس بنابراین 4 متر اینجا رو میره. خب اینو پاک میکنم شلوغ نشه. از 4 به بعد چی میگه؟ نخ پاره میشه. خب نخ پاره میشه یعنی دیگه 550 حذف میشه. پس چی داریم اون وقت؟ فقط استکاک داریم. اما به دلیل اینکه این سرعت داره، تحت تاثیر سرعتش به حرکت خودش ادامه میده و این استکاک 500 نیوتن حرکت اینو کنچمنده میکنه تا نهایتاً مثلا یه جای اینجا میسته. خب میسته، ببینیم چی میشه میسته. مسافت اینجا رو هم پیدا کنم با این 4 متر جمع کنم تمومه. پس قاعدتاً باید جواب از 4 یه ذره بیشتر باشه، یعنی 1 و 2 قطعاً نیست، یا 3 یا 4، ولی باید حلش بکنیم. خب از جا تا اینجا دوباره همین کارو میکنیم. این گونه سوالا رو ما بهشون میگیم سینماتیکی دینامیکی. هم دینامیک داره هم سینماتیک. یه بار باید دینامیک حل کنی، شتاب به دست بیاری، بعد بری سراغ سینماتیک. آخه کمیت مشترک در سینماتیک و دینامیک شتابه. در سوالاتی که هم دینامیک داره هم سینماتیک، مثلا کمیات سینماتیکی چیان؟ جابجایی، سرعت، زمان، شتاب. ولی دینامیکی ها چی ها؟ نیرو، جرم، شتاب، ضریب استکاک. مشترک شتابه. سوالات ترکیبی سینماتیک دینامیک رو یه بار سینماتیک حل کن، شتاب دست بیار، برو سراغ دینامیک، یا برعکس دینامیک حل کن، شتاب دست بیار، برو سراغ سینماتیک. بستگی به این داره. آقا من نمیتونم درس بدم حرف میزنیم، ببخشید حواسم پرت میشه. میخواین یه بریک بدین شما کارتون رو بکنین؟ خیلی معذرت میخوام، خیلی سعی کردم ولی حواسم پرت میشه. چی میگفتم؟ داشتم میگفتم آها، سوالات سینماتیک دینامیکی، اول سینماتیک می‌نویسین، شتاب به دست میاریم، بعد می‌رین سراغ دینامیک، یا برعکس. این بستگی داره که مجهول سوال توی سینماتیک باشه یا دینامیک. اگر مجهول در سینماتیک بود، شما اول دینامیک حل کن و بلکس. فکر نمی‌کنم حرفم چیزی باشه که متوجه نشده باشید. این سوال چون مجهول مسافت بود، مسافت چیه تو سینماتیکه؟ شما اول دینامیک می‌نویسی، شتاب به دست میاری، بعد می‌رین سراغ سینماتیک. این در واقع استراتژی ذهنیته که این کارو دو بارم باید انجام بدی، چون دو تا حرکته، این یه بار، اینم یه بار. حالا تو بار دوم اول شتاب به دست بیارم، ان و ام جی که هیچی با هم برابرن، نیرو هم که حذف شد 550 چون نخباره شد، فقط 500 نیوتن داریم که این در خلاف جهت حرکت و حرکت رو کنچمنده میکنه، یعنی برآیند نیروهامون منفی 500 چون خلاف جهت حرکته. این میاد به جرممون که 100 کیلوگرم بود شتاب چی میده؟ آ میده. از اینجا آ رو به دست میاری منفی 5، بعد میری دوباره دلتا ایکس مساوی